کنگره ای آمریکا بارها صحنه مذاکرات و صدور قطنامه های مستلزم آزادسازی شهروندان آمریکایی اصلی در کشورهای دیگر بوده است دن از عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از جمله قانونگذاران است که با پیشنهاد یک قطنامه دو حزبی در کنگره خواهان آزادی همه شهروندان آمریکایی ایرانی تبار که در بند در ایران هستند از جمله جیسون رزایان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست شد شهلا آرسته گزارش میدهد اقدام دو حزبی دن کیلدی نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در پی تلاش قانونگذاران آمریکا برای آزادی زندانیان آمریکایی از جمله امیر حکمتی و جیسون رضایان و دیگر اطباء آمریکایی که در زندان‌های ایران در اسارت به سر می‌برند صورت گرفت. این مهم است که کنگره با یک صدای واحد و شیوه دو حزبی در این مورد صحبت کند و به جهان و به دولت ایران بگوید اگر میخواهد در جامعه جهانی پذیرفته شود باید این آمریکاییان را آزاد کند. قطنامه پیشنهادی آقای کلدی در بخشی میگوید ایران باید همه زندانیان آمریکایی را بیدرنگ آزاد کند و اطلاعات مربوط به هر آمریکایی ناپدید شده در داخل مرزهای ایران را ارائه دهد. در هفته که گذشت سناتورهای ارشد جمهوریخواه و دموکرات مارک روبیو و باب کیسی با پیشنهاد قطنامه فراحزبی اهمیت آزادی مطبوعات در سراسر جهان و خطراتی را که خبرنگاران با آن روبرو هستند شناسایی و تأکید کرده و بر آزادی مطبوعات به عنوان یک اولویت دولت آمریکا بار دیگر تأکید کردند سناتور روبیا در بیانیه‌ای در این ارتباط گفت ایالات متحده نمیتواند تجاوز به آزادی مطبوعات مانند پرونده جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست را که تنها به خاطر آنکه حرفه وی خبرنگاری است در سلول زندان ایران رنج میکشد نادیده بگیرد مطالب سناتور روبیا در سخنرانی وی در سنا نیز با انتقاد از چارچوب تفاهم اخیر شش قدرت با جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط انکاس داشت این قرار ترتیبی است که ابدا و به هیچ وجه کاری در مورد پرونده آمریکایی هایی که اخیرا ظالمانه در ایران در اسارت به سر میبرند انجام نمی دهد. سناتور روبیو همچنین در 20 آوریل در بیانیه مشترکی با سناتور جمهوریخواه مارک کرک با مطالبه آزادی بیدرنگ جیسون رزایان و دیگر اطباع آمریکایی محبوس در ایران اتهامات علیه جیسون رضاییان را محکوم کردند و بر لزوم زمانت آزادی مطبوعات برای خبرنگاران از هر ملیتی تاکید گذاردند. خاصی این قانونگذاران همچنین در بیانیه مالین استاتسمن نماینده دموکرات آمریکا در تاریخ چهارم مارس گذشته انکاس داشت که تصریح کرد اگر ایران مایل است به عنوان یک دولت مشروع شناخته شود باید با ایجاد فضای باز سیاسی به جهان ثابت کند که به صلح و آزادی متعهد است و همه زندانیان سیاسی را آزاد کند از جمله جیسون رضایی شهلا راسته صدای آمریکا از مقابل کنگره آمریکا